و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، همانطوری که خدای عز و جل فرموده است که شما توان شمارش نعمتهای خداوند را نداریم و توان شکرگزاری این نعمتها را همچنین ما نخواهیم داشت. یکی دیگر از نعمتهای خدای عز و جل نعمت داشتن معده سالم و سیستم هاضمه سالم هست که روده ها جزء سیستم هاضمه و مهمترین بخش سیستم هاضمه می باشد. سیستم هاضمه گفته شد که شامل مری، معده و همچنین روده ها شامل اینه که روده ها به چند کاتگوری تقسیم میشه: روده های بزرگ و روده های کوچک. روده بزرگ حدود 5 تا 6 متر طول داره و همچنین روده کوچک حدود 1.5 متر طول داره. روده ها از کجا شروع میشه؟ بعد از اینکه مواد غذایی که ما توسط دهان جویدیم و قورت دادیم و داخل معده داخل شد، در معده اینا به شیره تبدیل میشه و همگی از اینا گد میشه و اسید معده اینا تجزیه میکنه و از طریق اثنی عشر که حدود 25 سانت طول از او هست رد میشه و وارد روده ها میشه. در اثنی عشر مواد غذایی نظر به نوعیتی که داره دیگه اجزای سیستم هاضمه شامل کبد و پانقراس، اونا هم اسیدهایی که دارن برای تجزیه مواد غذایی استفاده میشه. در داخل اثنی عشر ای مواد روی این مواد غذایی ریختانده میشه. بعد اگر روی این مواد ریختانده شد، در هضم و جذب این مواد بهتر کمک میشه. وقتی که این مواد غذایی هضم شده وارد معده کوچک میشه، که گفته شد معده کوچک حدود 5 تا 6 متر طول داره و حدود 2 تا 3 سانت عرض از او یا قطر از او هست، این مواد در اینجا تجزیه میشه و جذب میشه. ویتامین ها، پروتین ها، مواد شحمی و موادی که به درد بدن میخوره اینا رو جذب میکنه و به قسمت هایی که باید ذخیره بشه و به قسمت هایی که باید اینا از اینا استفاده بشه و در استفاده هورمون ها و انرژی ها از اینا استفاده میشه، اونا وارد دوران خون و به اون قسمت ها داخل میشه. این مواد بعد از اینکه از معده کوچک خارج شد، همراه با آب که در این هست وارد روده های بزرگ میشه. روده های بزرگ گفته شد که در حدود 1.5 متر طول داره و عرض از اونا 5 تا 6 سانت هست، یعنی کمک قطورتره، بزرگتره، چون قراره در اینجا آب ذخیره بشه و همچنین آب جذب بشه و به شکل چوکات اطراف بطن قرار داره و روده های کوچکر در او احاطه میکنه. بعد از او به داخل همه این روده ها از داخل و به شکل مومانند چیزهای قرار داره، زخامت های خیلی داره، شکل زیگزال مانند هست جدار داخل از او که به شکل فریزی که ما به بیرون میبینیم به همون شکل هست که بعدا میبینیم این موادی که داخل روده ها قرار داره این مواد رو جذب میکنه و از طریق همه مویک های خوردی که داره جذب میشه و وارد سیستم دوران خون و وارد دوران عمومی بدن میشه. در روده بزرگ آب و املاح معدنی دیگه که در داخل این مواد که خورده شده قرار داره جذب سیستم بدن میشه. کل اینها به روش قرار داره در داخل سیستم هاضمه که اینا همگی به نفع بدن کار میکنه. حالا اگر ما دچار یک سری مریضی های التهابی که گاهن در طول دوران زندگی ممکنه ما دچار بشیم، ممکنه که این روده ها به شکل طبیعی وظایف را انجام داده نتونه. به طور مثال اگر در قسمتی از معده مشکل اتفاق بیفته که ویتامین دی جذب نشه و به او انترنسیک فاکتور میگن، خود ویتامین B12 یک جا میشه و بعضی در روده ها جذب میشه. اگر معده توان داشتن همین فاکتوری که همراه با ویتامین B12 یک جا میشه و در روده ها جذب میشه نداشته باشه، پس ویتامین دی، ویتامین B12 با همین موادی که قرار اطراح بشه اطراح میشه و جذب بدن نمیشه، که گاهن اجباراً ما مجبوریم از بیرون به شکل زرقی یا پیچکاری ها استفاده بشه که یک اذیت کننده است، چون سوزن داخل قسمتی از بدن انسان میشه. خب این به شکل نمونه بود که ما در روده ها نمونه های مثل این زیاد داریم. تمام ویتامین ها، تمام املاح، تمام مواد غذایی که ما مصرف کردیم به عنوان انرژی از روده ها جذب سیستم دوران خون میشه و از اونجا میبینیم باز مواد زائد به هر قسمتی که باید اطراح بشه وارد میشه. و گاهن اگر متوجه باشیم که بعضی افرادی که
بعضی مواد غذایی که از نظر بهداشتی و صحت مشکل داره استفاده میکنن، میبینیم که دچار یک سری اسهال و استفراغات بسیار خطرناک میشن که روده‌ها وظایف خود به شکل اساسی انجام داده نمیتونن، خصوصا در قسمت اسهال و استفراغات متعدد و وخیم. ببینید که اونجا نفر به اندازه حالتی او بخیم میشه که حتما باید بستر بشه و همین آبی که به حالت طبیعی بدن انسان در روده ها او جذب میکنه و وارد سیستم عمومی میکنه تا ای که فشار نفر پایین نیفته و به شکل طبیعی بتونه نفر به زندگی خود ادامه بده. به اینجا میبینیم که بدن دچار یک خلل میشه، دچار یک استراب میشه، دچار یک مریضی میشه که باید همی آبی که در روده ها بدون هیچ گونه هزینه ای به اختیار بدن قرار بگیره او جذب میکنه. میبینیم که از این طریق چون سالم نیه، صحتمند نیه، اجبارا باید از طریق سیروم ها و از طریق رگ وارد دوران خون ازی بشه تا اینکه بدن ازی به کمک بدن بره و سیستم دفاعی بدن اون میکروب رو بتونه دفع بکنه. و یا امراض دیگه ای که گاهن میبینیم که در امراضی که باید حتما نفر عملیات بشه یا انسدادهای زیاده که ممکنه در سیستم هاضمه یا در روده های اتفاق بفته که نفر عملیات میشه و روده رو به اصطلاح برمیدارم قسمتی از روده از اون، و باز هیچ جایگزینی هم تا فعلا دنیا نتونسته جایگزین روده ها تنظیم بکنه. روده هایی که شاید به ظاهر چیز خیلی ساده ای بیایه، اما اگه همینا برداشته بشه زندگی بر انسان غیر قابل امکان میشه، چون هیچ سیستمی نیه که ویتامین ها و مواد مفیدی که در بدن انسان باید جذب بشه و اونا ذخیره بشه به شکل دوامدار به اختیار بدن قرار بده. مثل قضیه شیری که خدای عزوجل از پستان مادر بری اطفالی که تا همون مدت معینه ای که شیر میدن قرار میده، به شکل منظم شیر همون حالت طبیعی خور میگیره نظر به سن طفل و تقویت کننده ها بری و زیادتر به اختیار قرار میده. در بدن انسان هم همین شکل سیستم قرار داده شده که به شکل منظم مواد غذایی که ما مصرف میکنیم از طریق دهان میبینیم به شکل دقیق جاویده میشه و اونا همراه با لعاب دهان یک جا میشه و به رزی که راحت تر از مری عبور بکنه همین مواد راحت عبور میکنه و همین سیستم مرتوب هست و مرتوب میشه وارد معده میشه. وقتی که وارد معده شد میبینیم در معده هم یک سری پروسه های متعددی روی از اینا انجام میشه تا اینکه اینا پیشتر به جذب و هضم کمک بکنه. میبینیم به چه شکل منظم زمانی که از اثنی عشر به شکل حرف سی که داره میبینیم راحت تیر میشه و کل این مواد غذایی چرخانده میشه و به تمام جوانب روده ها برخورد میکنه تا اینکه از طریق همون سیستم مویک مانندی که داره در جدار داخلی روده ها اینها بتوانه جذب بکنه. اینها میبینیم اول آب جذب نمیشه، اگر آب اول جذب بشه خب اینا به یک مواد بسیار سفت تبدیل میشه که موادی که به داخل از اینا هست قابل جذب نیست. اول مواد ویتامین ها، املاح، پروتین ها، شحمیات جذب میشه همراه با همی آبی که در داخل روده ها قرار داره و اینا رو حرکت میده به طرف روده بزرگ. روده بزرگ چون حجم بزرگتری داره و مسیر منظم تری داره و جایی هست برای جذب آب. اینجا مرحله آخریه که به اینجا میبینیم که آب از اینجا جذب میشه و راحت وارد سیستم دوران خون میشه تا اینکه نفر به کم آبی مصاب نشه. زمانی که به کم آبی مصاب میشه چیز طبیعی که فشار سقوط میکنه، وقتی که فشار خون سقوط کرد نفر مجبور جای بشینه، سرخور بگذاره و یک سری کارا دیگه انجام بده تا اینکه نفر به همون حالت سبب مرگی او نشه. با همین رقم یک حالت کوچکی اگر در بدن انسان آب به حالت طبیعی که در روده ها جذب میشه جذب نشه، آیا ما توان داریم که همیشه آب را از طریق سیروم بگیریم؟ ببینیم چقدر خلل در زندگی ما اتفاق میفته. پس خیلی خوب هست که ما بیاییم خیلی راحت، خیلی با امکانات در دست داشته امروز خود از طریق گوگل بیاییم راجع به روده ها و اعضای بدن انسان که علاقه مند از او هستیم که اونا رو بدانیم سرچ بکنیم و اونا رو بفهمیم و بعضی که فهمیدیم به این گزینه بیاییم پی ببریم که خدای عزوجل که این کارخانه بسیار عظیم و بزرگ به اختیار ما و شما قرار داده چقدر بزرگ هست و چقدر لطف نموده برای هر کدوم از ما و شما که سیستم رو به اختیار ما قرار داده که خود میفهمه باید چه چیزایی جذب بکنه و چه چیزایی اطراح بکنه و بعد از او بیایم شکر خدای عزوجل رو انجام بدیم، چون شکر که از روی فهم انجام بدیم مطمئنا بهتر و با عمیق‌تر هست.
و با تضرع و خوشی زیادی هست که انسان به مقابل خدای عزوجل استاد میشه، میگه خدای عزیزی که برای من روده های سالمی دادی، عزیزی که بدن سالمی دادی، من شکرتون میکنم و شکر همیشه انجام بدیم تا ای که بنده شاکر خدای عزوجل باشه.